من مدت هاست میدونید یک سوال رو مطرح کردم و تا کنون حداقل من جوابی نشدم. آره من خودم جوابهایی پیدا کردم، ولی ترجیح میدم ابتدا کسانی که مسئول پاسخگویی به این سوال هستن جواب بدن. من هم نظرم رو خواهم گفتیم. سوال این بوده که با توجه به حواشی و اتفاقاتی که پیرامون رسوایی جورج‌تاون اتفاق افتاد، از نظر من از دو سه ماه بعدش من عنوان رسوایی جورج‌تاون استفاده کردم، توضیحات هم دادم. سوال این بود که اصلا کل به چه صورت این 8 نفر رو چه کسی تعیین کرد که دور هم جمع شن و چه کسی به اینها صلاحیت داد که اینها تعیین کنن نفرات بعدی برای این شورا چه کسانی؟ چون ادعای اعضا به خصوص پرسر و صدا ترین اعضای اون گروه یا اون گروه همبستگی یا بعداً گروه منشور این بود که چون در ملاقات با مقامات خارجی از اونها خواستن که یک اپوزیسیون متحدی وجود داشته باشه که بتونن باش مذاکره کنن، اینها رو افتادن که این اپوزیسیون متحد تشکیل بدن. سوال مشخص من بود که چه کسی این 8 نفر رو تعیین کرد و چه کسی صلاحیت به این 8 نفر داد که خودشون در این جایگاه بگذارن. این سوال من حداقل 10-11 ماه دارم سوال مطرح میکنم. اون کسی که به اینها مشروعیت داد و اون کسی که اینها رو به هم وصل کرد، من حتی به صورت شوخی و جدی مخصوص گفتم مثلا چطور شد صبح شاهزادی اون بلند شد زنگ زد به مسیح گفت من دیشب خواب دیدم که باید 8 نفر دور هم جمع شیم. مسیح گفت اتفاقا منم خواب دیدم میخوام با حامد هم صحبت کنم. بالاخره 1 نفر مغز متفکر این کار بوده، تصمیم گرفته این 8 نفر رو دور هم جمع کرده. اگر این سوال پاسخ داده بشه، به نظرم بسیار از سوالات پاسخ داده خواهد شد که یک ترکیب ناهمگون که قبلش اتفاقا برخوردهای حتی بدی با هم داشتن، نه اینکه اختلاف نظر داشتن، خیلی اختلاف نظر دارن، اما بعضی از اینا برخورده خیلی بد با هم داشتن، چه شد که یک باره و چه کسی این صلاحیت رو داد که اینها دور هم جمع بشن؟ خب این سوالی که جواب ندادم و به نظر میسه اینو فرار به جلو درش هست. بالاخره این شورا تشکیل شد. کسی از اینها نپرسیده که خب شورای 8 نفره چرا در فاصله کوتاهی وقتی بیانیه مهسا رو صادر کرد 6 نفر فقط امضا کردند؟ این سوال رو هم کسی نپرسیده. فاصله کوتاهی بعدش حامد اسماعیلون از شورا خارج شد و بعد هم شاهزاده رضا پهلوی بیانیه داد و اعلام کرد که خودشو محدود به این شورا نمی‌کنه. اون بیانیه اعلام رسمی کنارگیری نبود، ولی بعضی از حواشی بعدیش بعضی گفتن مثلا ایشون بعضی رو آنفالو کرده، خب نشون داد که اختلافات اونجا هست. به شدت معتقدم که یکی از کسانی که حتما باید در این مورد توضیح بده آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هستن، چون به نظر میرسه خیلی از افراد به اعتماد ایشون، کما که من خودم وقتی که پارسال به منشور همبستگی شاید جز اولین نفراتی که ایراد گرفت من بودم و بسیار از طرفداران شناخته یا ناشناخته شاهزاده رضا پهلوی به من حمله کردن، حالا بعض از عبارات شما دارم که حتما صلاح میدونستن، حتما چیزی بوده، من ایرادا رو گفتم، گفتم چرا ایشون امضا کرد. ولی به هر حال فاصله کوتاهی این گروه 8 شد. گروه 8 منهای 2 وقتی از تشکیل گروه تا صدور بیانیه گروه، که در همون جلسه اول تشکیل گروه صدور بیانیه رو وعده دارن و حتی گفتن بیانیه تقریبا آماده است، یعنی ظاهرا وقتی در حضور اون 8 نفر، حالا چه حضور مجازی چه حضور فیزیکی، اعلام شد که بیانیه آماده است، پس مشخصا در جریان بودن. همون سوال روز من همون روزا مطرح کردم چرا از 8 نفر 6 نفر امضا کردن و بعد آقای اسماعیلیون خارج شدن و بعدم ظواهر نشون داد آقای پهلوی هم جدا شدن. اما در اردیبهشت 1402 یک بیانیه صادر شد از طرف خانم نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد و عبدالله مقتدی. من براتون میخونم. 4 ماه پیش ما از طیف‌های گوناگون و با پیشینه‌های سیاسی متفاوت از روی باورمان به اهداف و آرمان‌های انقلاب زن، زندگی آزادی و در پاسخ به انتظار عمومی جامعه برای ایجاد یک کانون هماهنگ به هم پیوستیم و به گرد منشور مهسا جمع شدیم. البته حالا این به نظر من تقدم و تأخرش به هم خورده، چون اول تشکیل شد بعد منشور رو نوشته، ولی اینجا طور نوشته که ما به گرد منشور جمع شدیم. ولی تو همینجا میگم همین پاراگراف اول من سوال دارم چه کسی این مأموریت رو داد و چه کسی مشروعیت رو داد؟ حالا بازم میخوام برای که میخوام انسجامش از بین نره. 4 ماه پیش ما از طیف‌های گوناگون و با پیشینه‌های سیاسی متفاوت از روی باورمان به اهداف و آرمان‌های انقلاب زن، زندگی آزادی
و در پاسخ به انتظار عمومی جامعه برای ایجاد یک کانون هماهنگی به هم پیوستیم و به گرد منشور مهسا جمع شدیم. ما هدفی جز کمک به جنبش در داخل، گسترش روح تکثر و تنوع و تقویت همکاری و همبستگی که پیام‌های مهم این انقلاب بود و نیز رساندن صدای جنبش آزادی‌خواهان مردم به گوش جهانیان در سر نداشتیم. هدف ما یاری رساندن به مردم برای خواسته اصلیشان، یعنی صندوق آزاد برای تعیین حکومت دلخواهشان است و رسیدن به آزادی و عدالت و برخورداری از یک زندگی انسانی با تکیه بر مبانی حقوق بشر می‌خواستیم و کماکان می‌خواهیم که در خدمت به این اهداف شریف و انسانی سهم خود را ادا کنیم. هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است. این شرایط پیش آمده منظور همون جدایی ها و خارج شدن ها از این گروه و حالا اختلافاتی که احترام بر سر منشور بوده. هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است، ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاش های بعدی خواهیم ساخت. منشور مهسا از دل انقلاب زن زندگی آزادی سر برآورده است و تا پیروزی آن معنای خود را از دست نخواهد داد. نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح النجات و عبدالله مقتدی. خب ببینید، در اوائل اردیبهشت 1402 این چهار نفر بیانی دارن و تأکید کردن که اگرچه راه سخته ولی ما راهمون رو ادامه خواهیم داد. از بعد از اون ظاهرا چند روز بعد از اون خانم نازنین بنیادی رسما از این گروه چهار نفر خارج شد، ولی هیچ کس، ببین اینجاست که نشون میده که اصلا بحث شفاف سازی نیست. یعنی کسانی که با هدفهای خاص، ببین من دارم میگم، من انتقاداتم رو به شاهزاده رضا پهلوی گفتم و میگم ابا هم ندارم، ضمن اینکه احترام برایشون قائلم. اصلا برام سوال بود حضور ایشون در این شورا در مورد اینکه چرا ایشون امضا کرد اون بیانیه رو با تمام ایرادایی که داره، حرفامو زدم. ولی رسانه هایی که از همون پارسال که حامد اسماعیلون خارج شد رفتن سراغش، چرا خارج شدی؟ به خاطر آقای پهلوی. رفتن سراغ خانم علی‌نژاد باش مصاحبه کردن، بخش عمده ای از مصاحبهش متمرکز بود بر این قصه که بله، اطرافیان آقای پهلوی یا خودشون فشار می آوردن، توقعات زیاد داشتن و ناچار این اتفاق افتاد. ولی در مصاحبه ای که همین در همزمان با این بیانیه ایران اینترنشنال با خانم مسیح النجات انجام داد، ایشون تأکید کرد که بله ما این چهار نفر هستیم و کار میکنیم. در اون مصاحبه هم بخش عمده ای از صحبتاش بر علیه آقای پهلوی بود. هیچ اشکال نداره ها، یعنی اگر یک گروهی به هر دلیلی دور هم جمع شدن و یک عضو یا تعدادی از اعضا یا اکثریت معتقدن که یکی از اعضا باعث مزاحمت، باید بگن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی تریبون یک طرفه در اختیار نفر میذاره، نفر میذاره، اما هیچگاه بعد از این نمیرن سراغش. خیلی خوب، حالا که دیگه آقای پهلوی نبود، شما چهار نفر چرا با هم نتونستید کار کنید؟ این که همش بریم حرف کاملا نفس غرب بکنیم، موضوع بکشیم بیرون، من دارم میگم به نظر من 100% یکی از واجبات 100% برای ادامه مسائل داخل کشور اینه که این مشخص شه چه کسانی، چه قدرت پشت پرده ای، چه منبع پولی، چه منبع سیاسی، چه منبع جاسوسی یا ضد جاسوسی، آیا سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی سوار کار شده بود، اونها نفوذ کردن، من نمیدونم، باید بگن که این 8 نفر چجوری دور هم جمع شدن. ولی حالا به هر حال، به هر دلیلی به هم خورده، ایران اینترنشنال تریبون مفصلی در اختیار حامد اسماعیلی و خانم علی‌نژاد قرار داد که بگن تاثیر آقای پهلوی. بسیار خوب، آقای پهلوی هم به نظر من تریبون کافی داشتن از خودشون دفاع کنن و باید میگفتن، نه به خاطر دفاع از خودشون. برای اینکه ببینید دوستان عزیز، اینو من بارها گفتم، اگر این شورا تشکیل نمیشد، روند موجود جامعه بود کار خودشو داشت میکرد. این شورا اتفاقا با پروپاگاندای همین رسانه ها به یک انتظار بسیار بزرگ دامن زد و در فاصله کوتاه این شورا از هم پاشید، به یک سرخوردگی زیاد درست کرد. به همین جهت تک تک اعضا نسبت به این سرخوردگی مسئولن. نمیشه که اگر یک موفقیت ایجاد شد پوزش رو بدن، اما اگر باعث سرخوردگی شد، باعث ضربه به روند انقلاب شد، هیچ کس جواب نباشه. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. اما ببینید، تقریبا حالا در اوائل اردیبهشت مصاحبه کردن هم با آقای اسماعیلیون هم با خانم علی‌نژاد و بخش عمده از تقصیر رو انداختن گردن آقای پهلوی و اطرافیانش. اشکال هم نداره، من اصلا به نظر آقای پهلوی بنظرم کافی هم زبان گویا داره، هم رسانه داره، بعد از خودش چفه کنه، باید هم نه از خودش، از این موضوع باید چفه رفع ابهام بکنه. اما دوباره همین یکی دو روز یک مصاحبه مفصلی با خانم علی‌نژاد انجام شده و همون حرفای سابق تکرار. البته یک سری تناقضاتی هم درش هست که حالا من دیدم بعضی از افراد، مثلا در مصاحبه 1402 خانم علی‌نژاد میگه که اون سه نفر، میگه هیچ کس هنوز رأی گیری نشده بود،
اون سه نفری که آقای پهلوی سه نفر اولی که معرفی کردن فقط به سه نفر اول اشاره میکنه، میگه سه نفری که معرفی کردن به عنوان عضو ناظر بودن، هست مصاحبهشون اگه دوستان میخوان برام بدن. و در مصاحبه اخیرش میگه که اون سه نفر رو پذیرفتیم، آقای پهلوی سه نفر دوم معرفی کرد. خب حالا میگم اینا رو باید آقای پهلوی شفاف سازی کنن، شما رضا پهلوی اون سر جای خود. ولی اینکه بدون اینکه پاسخ بدیم مثلا شورا از کجا اومد، مشروعیت رو از کجا آورد، کی مشروعیت به خانم علی نژاد و آقای پهلوی و خانم عبادی و خانم بنیادی و خانم فراهانی و علی آقای کریمی و آقای مهتدی داره که تعیین کنن چه کسانی حق دارن در این شورای باشن، شورایی که خودشون میگن ما به درخواست، دقت کنید دوستان، میگن ما به درخواست مقامات خارجی برای اینکه یک گروه منسجم اپوزیسیون داشته باشیم دور هم جمع شدیم. این مشروعیت رو از کجا آوردن که به خودشون اجازه بدن که آیا فلان کس هم به این شورا بپیونده یا نه؟ اینو باید جواب بدن. حالا اینکه جواب نمیدن فرار به جلو میکنن، سعی میکنن که مسائل فرعی رو بگن. اما علاوه بر تکرار حرفای سال گذشته، خانم علی نژاد به خبرنگار ایران اینترنشنال میگن که خبرنگار نباید پای میکروفون باشه، باید پرسشگر باشه. اتفاقا در این مصاحبه خبرنگار فقط پای میکروفون بود. حالا چرا؟ برای اینکه خانم علی نژاد از زخم‌ها میگه، از اینکه باید متحد باشیم، از اینکه باید ما دوران گذار رو طی کنیم، از اینکه نباید مثلا جا بزنیم، اتحاد خیلی لازمه، و بعد از دلخوری ها میگه. اما خبرنگار از یک کلمه سوال میکنه، آقا بسیار خوب، آقای پهلوی که عامل اختلاف بود رفت کنار دیگه، شما چهار نفر چرا نتونستید با هم کار کنید؟ اگر خبرنگار پای میکروفون نبود، همین سوال، برای اینکه چیز خیلی مشخصه، ببینید یک روندی داشته، یک گروه 8 درست شده به فاصله کوتاه کمتر از یک ماه، وقتی رسیده به بیانیه شده 8 منهای 2، به فاصله 2 ماه شده 8 منهای 4، و اون 4 نفر تأکید کردن، من براتون خوندم، ببینید براتون اینجا میگم. هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است، ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهیم ساخت. این چهار نفر میگن که حالا در درست هم اتحاد خیلی کار خوبه، واسه آدم از اون شکست یا از اون ناکامی یا از اون حالا اختلاف یا هر چیزی که پیش اومده یک توشه راه درست کنه برای آینده. میگه هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است، ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهیم ساخت. منشور مهسا از دل انقلاب زن زندگی آزادی سر برآورده است و تا پیروزی آن معنای خود را از دست نخواهد داد. نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد، عبدالله مهتدی، این سه خانم بزرگوار و آقای مهتدی بزرگوار چهار نفر گفتن و دور هم خواهیم بود. چه اتفاقی افتاد که اولا چند روز بعد از این بیانیه خانم بنیادی رفت بیرون؟ چرا نرفتن سراغ خانم بنیادی؟ همین رسانه‌هایی که قراره، حالا این خبرنگار که این دفعه کاملا پای میکروفون بود، نپرسید از خانم علی‌نژاد، ولی چرا همون موقع رسانه‌شون پای میکروفون بود، نرفت سراغش خانم بنیادی؟ حالا که دیگه آقای پهلوی نیست، چه اتفاقی افتاد که شما رفتید بیرون؟ یا نرفت سراغ مسی بگی مسی حالا که آقای پهلوی نیست، الان دیگه در گروه 4 نفر شما، چرا سراغ خانم شیرین عبادی نرفت؟ چرا سراغ آقای عبدالله مهتدی نرفت؟ همین رسانه‌ای که قرار پای میکروفون نباشه. بگی خب چه شد؟ چه اتفاق افتاد که نازنین بنیادی هم ترک کرد؟ و بعد از اردیبهشت تا حالا که 11 ماه گذشته، چه برون رفتی داشته؟ چه اقدامی این گروه کرده که گفته ما ادامه اتحادمان رو توشه راه تلاش‌های بعدی خواهیم ساخت؟ این توشه راه به چه تلاش بعدی منجر شده؟ برای اینکه در این مصاحبه ویژه که دیروز در واقع رپورتاج آگهی بود، نه مصاحبه، به نظر من که کاملا تریبون یک نفر دارن، یک نفر هر چی میخواد بگه. اما اگر قراره که ایران اینترنشنال میکروفون نباشه، پای میکروفون نباشه، دو کار به نظر من انجام میده. اومدم میگم باید انجام بده، فردا میگم تو چه کاری؟ اگر چه میگم هر یک ایرانی حق داره باید رو به همه بگه، حالا یا باید انجامش بده. ولی معتقدم نشانه این که ایران اینترنشنال رپورتاج آگهی پخش نمیکنه و پای میکروفون نیست، دو تا کار انجام بده. یک، 8 نفر رو دعوت کنه به یک برنامه، مشخص میشه کیا میان کیا نمیان دیگه. وقتی هم کار دومی که وقتی 8 نفر نشستن اونجا، بالاخره همه رو دعوت کنه، علنی اعلام کنه، از یه ما جلوتر، از دو ما جلوتر، از چی که با یه همچین برنامه میخوام بذاریم. حالا اگه کسان نیومدن، یا در رسانه های دیگه توجیه میکنن، یا توجیه نمیکنن و مردم خودشون قضاوت میکنن.
اما نشانه دومی که ایران اینترنشنال قرار نیست که رپورتاج آگهی پخش کنه و قرار نیست پایه میکروفون برای افراد خاص باشه، اینی که در همونجا زمینی که سوال میکنم بسیار خوب مراحل مختلف رو سوال کنم. به این مشخصه عرض میکنم، یک، گروه هشت رو چه کسی بهشون مشروعیت داد؟ آیا خودشون تصمیم گرفتن که ما 8 نفر خلاصه و اساره ملت ایرانی باید دور هم جمع شیم؟ وحی شد بهشون؟ الهام شد؟ خوابنما شدن؟ دو، چرا از فاصله جلسه جورج تاون تا زمان انتشار منشور مهسا 8 منهای 2؟ سوال سوم، علت این که این گروه 4 نفره که با هم متعهد شدن، هم قسم شدن که از این اتحاد رو توشه راه تلاش‌های بعدی قرار بدن، چه اتفاقی افتاد که فاصله کوتاهی از این بیانیه نازنین رفت بیرون و بعد از اون این گروه چه کارهایی کرده؟ این که نمیشه تا ابد تا 100 سال دیگه بگن که بله چون آقای پهلوی خارج شد منشور مهسا به هم خورد. اصلا منشور مهسا به نظر من عام نبود، فراگیر نبود و قطعاً بسیار از مردم ایران باش موافق نبود. از اون چیزی که من میفهمم، حالا نمیگم اکثر، ببین بعد نگید از کجا، بسیاری از مردم موافق نبودن، کما که در همین جا الان مطمئنم که بعضی از اعضای همین شورا موافق نیستن الان باش وقتی صحبت بکنیم. ولی به هر حال این روند به نظر من اگر قراره، حالا که میگم دیگه چون داره تبدیل میشه به یک ابزار برای زدن تو سر دیگران که رسانه قرار نیست پای میکروفون باشه، و میفهمم این حرف به چه معنی زرشه، برای اینکه خیلی راحت بگم، برای اینکه رسانه ها احتمالاً پوشش نسبتاً زیادی از اقدامات و اظهارات شاهزاده رضا پهلوی دارن بهشون میگن آقا شما چرا پای میکروفونی، فقط یک طرفه میرید میشین اونجا و ایشون حرف میزنه، شما باید یه صدای واسون در بیاد. بسیار خوب، الان ایران اینترنشنال نشون میده پای میکروفون نیست. این سوالی که من گفتم فکر میکنم سوال خیلی از افراد باشه، مشخصا این سوال رو بپرسن و به خصوص بازم تکرار میکنم، به خصوص تکرار میکنم، اصلا گیرم آقای پهلوی عامل اختلاف. بعد از رفتن ایشون چه بر سر این گروه 4 اومده؟ و چرا روزی که بیانیه مهسا آمد بیرون هیچ کس نرفت سوال کنه که آقا اون 2 نفر کوشن؟ نه خانم گلشیفته فراهانی و نه علی آقا کریمی انصراف از گروه نداده بودن که. چرا کسی اون روز سوال نکرد که اون 2 نفر امضاشون کجاست؟ و به خصوص عرض میکنم چون این فردی که مصاحبه شده و خیلی هم متاسفانه طلبکارانه برخورد میکنه، اگر اون خانم مجری نقش پای میکروفون نداشت و مصاحبه گر بود، مصاحبه گر حرفه‌ای، حتی نیمه حرفه‌ای بود، خیلی خوب، بسیار خوب، اون عامل اختلاف که رفت کنار، شما خودتون چرا با هم کار نکردید؟ و گمان میکنم حتی اگر موفق نشن این 8 نفر رو دور هم جمع کنن یا اکثریت قاطعش رو دور هم جمع کنن، این که دیگه راحته، خانم علی نجات که دائم دم دستشونه باش مرتب مصاحبه میکنن، از ایشون دیروز نپرسیدن فردا بپرسن که شما مشکلتون چی بود که 4 نفر، حتما اصلا من نمیگم توضیح ندارن، حتما توضیح و توضیح دارن، ولی ازشون بپرسن که شما مشکلتون چه شد که ادامه ندادید و به خصوص چه اتفاقی افتاد که بعد از این بیانیه کوتاه شما که تأکید کردید بر ادامه راه، نازنین بنیادی رفت کنار و بعدم بالاخره اگر شما یک گروهی هستید که تصمیم گرفتید تجربیات رو، شکست ها، ناکامی ها و پیروزی ها رو توشه راه آینده کنید، بگید کارهایی که بعدش انجام دارید به عنوان تلاش های بعدی چه بوده. امیدوارم که ایران اینترنشنال نشون بده که پای میکروفون نیست، چون تا اینجای کار به نظر میرسه که میکروفون یک طرفه بوده. البته امیدوارم که در مورد خروج خانم نازنین بنیادی نگن به خاطر اهانت هایی که بهشون شد، کما که در همین دوتا مصاحبه هم خانم علی‌نژاد تکرار میکنه خانم بنیادی رو تحقیر کردن، بهش اهانت کردن، عکسش رو با عکس آقای طاهری گذاشتن. بعد از اون تحقیرها، بعد از اون اهانتها، این بیانیه 4 نفره صادر شده و خانم بنیادی امضا کردن و بعد از این بیانیه هم دیگه کسی، چون دیگه آقای پهلوی که در شورا نبود طرفدارانش هم نبودن، اساسا نه بحث تحقیر بود نه چیزی، هر چی می‌خواست اتفاق بیفته قبلش اتفاق افتاده. حتماً که میگم اصلا این اگه حرف بزنن این حرف کاملا بهانه بی جاییه، به خاطری که عرض میکنم در همون هم مصاحبه همون همزمان با این بیانیه خانم علی‌نژاد اشاره میکنه که در فاصله این 3-4 ماهی که از شروع از تشکیل جلسه جورج تاون گذشته و بعد منشور و حوادث بعدش،
خانم بنیادی تحقیر شده، بهش اهانت شده، نمیدونم ایشون رو سعی کردن کوچیکش کنن، عکسش کنار عکس آقای طاهری گذاشتن، اذیتش کردن، زخم بهش زدن. با همه زخم خوردگی ها و تحقیر ها خانم بنیادی پذیرفته که در این گروه 4 نفره باشه. اگر میخوان بهانه بیارن، بهانه غیر از این بیارن، یعنی الان بیان بگن به خاطر اهانت هایی که به خانم بنیادی شد، این دیگه کاملا بهانه جوییه. برای اینکه عرض میکنم قبل از این بیانیه اون اتفاقات افتاده بوده و در زمان صدور بیانیه همزمان با بیانیه خانم علی‌نژاد مصاحبه کرده و گفته که خانم بنیادی خیلی تحت فشار بود، اما علارغم فشارها خانم بنیادی بزرگواری کرده و گفته در گروه 4 میمونیم تا آخر. اینو مشخص کنم. موفق باشید.